به نام خدا دوستان، سلام. من حسین جوادی پور هستم، مدرس موسیقی، و امروز قراره با هم دیگه آموزش فلوت رکوردر رو شروع کنیم. مقدمه آشنایی با فلوت رکوردر. دوستان، قبل از اینکه آموزش فلوت رکوردر رو با هم دیگه شروع کنیم، لازم یک سری مطالب اولیه مثل مقدمات و مبانی آشنایی با فلوت رکوردر رو با هم دیگه داشته باشیم. در ابتدای کار می‌خوایم بریم سراغ خانواده فلوت‌ها. ببینید، در مورد تاریخچه فلوت گفته شده که اولین فلوتی که اختراع شد فلوت اوکارینا بود. انسان برداشت استخون جمجمه رو سوراخ کرد و با عمل فوت کردن یا همون دمیدن داخل سوراخ‌ها و پوشش دادن بقیه سوراخ‌ها با انگشتاش به صدای نوتی مورد نظر رسید. اما پس از یه چندی به این نتیجه رسید که میتونه با چوب همین کار رو بکنه و با چوب فلوت درست کنه. به خاطر رو آورد به سمت درخت بامبو و چوب بامبو. چوب بامبو رو کنار همدیگه گذاشتن به تعداد دلخواهی که میخواستن، حالا تعداد مختلفی داشته در ابتدای کار. هم سیر تکامل این فلوت تغییراتی هم توش ایجاد شد، یعنی تعداد چوبهایی که توی داخل فلوت استفاده شد تعدادشون هم بیشتر شد و به 2 اکتاو یا همون 15 تا تیغه چوبی هم رسیدن. اسم این فلوت، فلوت پن بود یا همون پن فلوت، ولی خیلی از ما این رو به عنوان همون فلوت سرخپوستی میشناسیم. اصالتش هم برمیگرده به بومیان آمریکا یا همون سرخپوستا. بعد از اون فلوت لوله‌ای ساخته شد که همون فایف باشه. این بار دیگه به جای اینکه چند تا لوله کنار هم دیگه بذارن و سوراخشون کنن، یه دونه لوله گذاشتن و روی خود اون لوله سوراخشون ایجاد کردن. نهایتاً باز هم با دمیدن داخل سوراخ مرکزی ساز و پوشیدن بقیه سوراخ‌ها با انگشتشون به صدای نوت‌ها رسید. این تصویرم که اینجا دارین خانواده فلوت هاست. انواع مختلف فلوتی که رایج هست، از کوچکترینشون تا بزرگترینشون. هرچی این لوله بزرگتر و طویلتر باشه، صدایی که ازش دریافت میکنیم صدای بمتری هستش. مثلا بیس رکوردر که اینجا دارید میبینید، این هم یک دونه قمیش هست که یا همون زبانه که داخل دهن نوازنده قرار میگیره. این از همه بلندتره و در نتیجه صدایی هم که ازش گرفته میشه صدای بمتر یا همون کلوفتره. این یکی هم که میبینید فلوت پیکولو هستش که از همه کوچیکتره، کلیددار هم هست و صدایی که ازش گرفته میشه صدای جیغتر یا نازکتری هستش. و هر کدوم از این فلوت‌های دیگه هم جنس صدایی متفاوتی با بقیه داره. حالا آلتو رکوردر و فلوت باروک یا فلوت‌های کلیدی دیگه‌ای که توی تصویر هم دارید می‌بینید. انواع فلوت رکوردر و روش نگهداری از فلوت. فلوت رکوردرها مدل‌های مختلفی دارن. اولین نوعش فلوت سوپرانینو هستش که جیغ‌ترین صدا یا نازک‌ترین صدا رو داره و کوچک‌ترین نوع فلوت هم است. پس از اون فلوت سوپرانو هستش که یه مقدار از فلوت سوپرانینو بزرگتره. اجرس صدایی هم که ازش گرفته میشه یک کوچولو بمتره. فلوتی که ما تو این آموزش ازش استفاده میکنیم فلوت سوپرانو هستش. فلوت بعدی فلوت آلتو هستش که به مراتب از فلوت سوپرانو بزرگتره. فلوت بعدی هم فلوت تنور هستش که از آلتو بزرگتره و در نهایت هم فلوت بزرگ فلوت بیس هستش که طول لولش از همه بزرگتره و در نهایت هم صدایی هم که ازش تولید میشه صدای بمی هستش و بمترین صداست و معمولا توی ارکسترا هم بیشتر از بقیه فلوت‌ها استفاده میشه. حالا فلوت آلتو و فلوت بیس معمولا بیشترین استفاده رو داخل ارکستر داره. حالا توی تصویر الان کامل بهتون نشون میدیم. این فلوت سوپرانینو هستش. اینم یه مدل دیگه فلوت کلین سوپرانینو هستش که با جفتشون تو مجموعه همون سوپرانینو یا فلوت سوپرانینو دسته‌بندی میشن. فلوت سوپرانو اینه که میبینید تو تصویر یه مقدار از این بزرگتره. ما با این آموزشمون رو انجام میدیم. فلوت آلتو، فلوت تنور و فلوت بیس که دارید اینجا میبینید. توی درس قبلی هم به صورت گرافیکال یه نمای ازش داشتیم، ولی الان این عکس واقعیش هست و فلوت بیس دقیقا همینه. فلوت رکوردر بیس رکوردر هم بهش میگن یا همون بیس رکوردر به اختصار. یه دونه هم قمیش داره یا همون زبانه که داخل دهن نوازنده قرار میگیره و نوازنده اینجا فوت میکنه و در نهایت هم صدا هم از این حفره صدا بیرون میاد. این انواع فلوت رکوردر هستن که توی تصویر هم دارید میبینید. روش نگهداری از فلوت. ببینید، روش نگهداری از فلوت رکوردر در قدیم که فلوت ها چوبی بودن خیلی مهم بود که دقیقا همین جور رعایت بشه. واسه چی کار میکردن؟ بعد فلوت رو از هر گونه رطوبت و یا گرد و خاک نگهداری میکردن. واسه فلوت رو پس از نوازندگیشون با یک عدد پارچه خشک و نرم نظافت میکردن به گونه ای که حالا یک میله رو بر میداشتن داخل لوله فلوت میکردن و این سر و اون سر فلوت رو با یک پارچه تمیز میکردن. ولی فلوت هایی که امروزی هستن، فلوت های معمولا فلوت رکوردری که تو بازار وجود داره، فلوت های رزین هستن از یک جنس پلاستیکی و اینا در معرض خرابی و آسیب ها و مشکلاتی که ممکن بود برای فلوت های چوبی رخ بده نیستن.
و شما نیازی نیست خیلی نگهداری خاصی ازش بکنید. همین که بعد از هر گونه تمرین شما اون رو داخل جعبه مخصوص خودش بذارید و به دور از نور آفتاب و به دور از رطوبت قرارش بدید، مشکلی برای فلودتون به وجود نمیاد. ولی این روش نگهداری که گفتیم مربوط به نگهداری فلود چوبیه. اگر از عزیزان کسی با رکوردر چوبی داره نوازندگیش رو انجام میده، حتما بایستی پس از هر نوازندگی یک دونه لوله رو برداره یا یک دونه سیخ فلزی نازک رو برداره، به سرش یک عدد پارچه رو وصل کنه و در نهایت به لوله فلوت ببره و نظافتش کنه. خب روش نگهداری از فلوت رکوردر. ببینید دوستان، برای اینکه نوازندگیتون، یعنی موقعی که نوازندگی میکنید، صدای خوبی از فلوتتون در بیاد، بهتره که هر چند وقت یه بار فلوتتون رو نظافت کنید. چجوری فلوتمون رو نظافت میکنیم؟ ببینید، فلوت رکوردرهایی که ما داریم سه تیکه هستن. قبلا این فلوت ها از چوب ساخته میشد و خب چون چوب بود نیاز بود که با روغن داخلش رو نظافت کنن که ساز به مرور زمان دچار مشکلات موریانه یا ترک خوردن نشه. حالا اینا که از جنس پلاستیک فشرده هستش و دیگه اون داستانهای ترک خوردن رو نداره، ولی بهتره که ما هر چند وقت یه باری این فلوتمون رو نظافت کنیم. یعنی روش نگهداریش به این حالت هستش که شما باید در جای خشک و خنک نگهداریش کنید. برای نظافتش هم به این شکله، شما سه تیک از فلوتتون از پایین جدا میشه، از بالا هم جدا میشه. وقتی که ما داریم داخل فلوت فوت میکنیم، ناخودآگاه ممکنه در حین نوازندگی یا نوازندگی طولانی آب دهن نوازنده داخل این لوله بره، به خاطری که اون دچار حالا میکروب و مشکلات دیگه این نشه، شما باید بیان این رو هر چند وقت یه باری نظافتش کنید. به چه صورت؟ فرض مثال حالا تیکه بالاش هم نیازی نیست جدا کنید، هم پایینیشو که جدا کنید کافیه. یه جسم خارجی لوله شک برمیدارید، رو سرش یه دونه دستمال کاغذی میزنید، حالا میتونید دستمال کاغذی بزنید یا هر دستمال دیگه، فرق نمیکنه. بعد به این شکل داخل سوراخ پایینی میکنید و با این لوله فشار میدید تا کامل چند بار از این خارج بشه و داخل فلوتتون خشک بشه و اگر رطوبتی مونده اون رو تمیز کنه و نظافت کاملی برای داخل لوله فلوتتون رخ بده و این کمک میکنه که فلوتتون صدای بهتری بده. پس هر چند وقت یه باری بعد از اینکه یه مدت نوازندگی کردین، کارو با فلوتتون انجام بدین که نظافتش کرده باشین و با کمک کنید به دوام بیشتر و صدای بهتری که بتونه فلوتتون براتون تولید کنه. نکات قبل از نواختن فلوت. یه سری نکات وجود داره که قبل از اینکه نوازندگی با فلوتمون رو شروع کنیم لازمه حتما اونا رو بدونیم. اول از همه قبل از نواختن باید با قسمت‌های مختلف فلوتمون آشنا بشیم. ببینید لوله فلوت رو که دارید می‌بینید، توی تصویر هم گفته شده که 32 سانتی متر. حالا این 32 سانتی متر مربوط به کل فلوته، یعنی از ابتداش که داخل دهن نوازنده قرار میگیره تا انتهای لوله که اینجا باشه. سوراخ‌هایی که داخل لوله ایجاد شدن به این شکله. این سوراخ بالایی که سوراخ یا حفره صدا هست، اینجا نوازنده فلوت رو داخل دهنش می‌گیره. این قسمت زبانه‌ای هستش که داخل دهن نوازنده قرار میگیره. یه سوراخ پشتش هست که نوازنده بایستی این رو با انگشت شست دست چپش بگیره در مواقعی که خب لازم هست. سوراخ‌های دیگه‌ای که وجود داره در روی لوله قرار دارن و هفت تا سوراخ هم هستن. سه تا سوراخی که در قسمت بالا هست برای دست چپه، یعنی دست چپ نوازنده بالا قرار میگیره، و سوراخ‌هایی هم که پایین هستن چهار تا هستن و برای دست راست نوازنده است. حالا تو تصویر بعدی قشنگ بهتون این رو نشون میدیم و جلوی دوربین هم با فلوت خودمون قشنگ موقعیت انگشت گذاری و نحوه انگشت گذاری رو هم بهتون نشون خواهیم داد. ببینید یه شکل گرافیکال از فلوت رکوردر ما اینجا داریم. فلوت رکوردرهایی که شما هم دارید به این مدل هستن که سه تیکه هستن. یه تیکش از این بالا هست که قمیششه که وصل به زبانه یا اینجا که کامل جدا میشه. این حفره صداش تو این بالا قرار داره، این پایینش هم کامل جدا میشه. ببینید همینجوری که توی این تصویر هم اشاره شده، سوراخی که این پشت قرار میگیره مربوط به شست دست چپه. سه تا سوراخ دیگه اینجا داریم که هر سه تاشون متعلق به دست چپن، یعنی دست چپ قسمت بالا رو پوشش میده، دست راست هم قسمت پایین فلوت رو پوشش میده. انگشتامون هم دقیقاً به همین ترتیبی که شما رو گذاری شده روی این سوراخ‌ها قرار میگیرن. دو تا سوراخی که اینجا وجود داره، دو تا سوراخ ابتدایی ما جفت هستن، یعنی اینا هر کدومشون تک سوراخه، این دوتا جفت هستن. حالا دلیلش رو کامل جلوتر بعداً براتون خواهیم گفت، فعلا اشاره‌ای بهش نمی‌کنیم. اما قانون و نحوه انگشت گذاری، ببینید ما توی این آموزش از یک فرم گرافیکال یا یک فرمت
گرافیکی شکل فلوت رکوردر استفاده میکنیم که در تمامی درس ها این رو میبینیم. هرگاه ما این سوراخ ها رو به این شکل پر کردیم یا سیاه کردیم، یعنی شما باید انگشت گذاری کنید. اگر نصف سوراخ رو پر کردیم، یعنی که شما باید نصف انگشتتون رو بذارید، نصفش باید پر باشه، نصفش باید خالی باشه. هرگاه هم که کلا سفید دیدین این سوراخ رو، یعنی انگشت گذاری نکنید. حالا جلوی دوربین کامل الان این رو براتون میگیم و بهتون نشون میدیم و توی درس ها ما با یه همچین شکلی روبرو میشیم و در نهایتا طبق این سوراخایی که مشکی و سفید هستن انگشت گذاری میکنیم. و قبل از نواختن لازم که شما اعضای مختلف سازتون رو یاد بگیرید. فلوت رکوردر ما از 3 تیکه تشکیل شده. یه تیکه پایین، یه تیکه بالا که قسمت زبان هست، داخل دهن نوازنده قرار میگیره، و قسمت وسط که افره‌های ما داخل این لوله وسط قرار داره که با انگشت گذاری روی اینا صدای نوت ما تغییر میکنه. من اینو جداش میکنم، شما ببینید تیکه پایینش رو کامل اینجوری جدا میکنیم به این راحتی و تیکه بالاش هم به این شکل. شد 3 تیکه. خب خیلی راحت دوباره میتونین اینا رو با هم دیگه برگردونین. وقتی که این تیکه پایین رو برگردوندین، بایستی این سوراخ ها روبروی هم دیگه باشن، یعنی این دوتا سوراخ یک کوچولو متمایل به سمت راست باشه، چون که محل قرار گرفتن انگشت کوچک دست راست هست و خب چون کوچیک‌تر هست بهتره که یه مقدار متمایل به سمت راست باشه که انگشت چهارمون برسه. از این ور این حفره که پشت هست برای انگشت گذاری هست، برای انگشت گذاری دست چپه، و این بر هم که این قسمت اینجا زبانه فلوت هست که داخل دهن نوازنده قرار میگیره و توی این ما فوت میکنیم و صدای اضافی و باد اضافی از اینجا خارج میشه. انگشت گذاری که میکنیم در نهایت صدای اون نوت از این حفره بیرون میاد و صدای نوت ها رو ما میتونیم بشنویم. خب به حالت اولیه من برش گردوندم، یعنی این حفره دقیقا مقابل این سوراخ ها باید باشه و این هم یک کوچولو متمایل به سمت راست. شکل بدن در موقع اجرا و انگوش گذاری. ببینید دقیقا همین چیزی که دارید تو تصویر میبینید است. دست چپ ما اینجوریه، انگشت های 1 و 2 و 3 و شست هم که سوراخ پشتی رو پوشش میده. انگشت شماره 4 یا همون انگشت کوچیک دست چپ توی نوازندگی فلوت استفاده نمیشه. و انگشت شست دست راستم پشت انگشت شماره 1 دست راست قرار میگیره که برای کنترل موقعیت فلوت هست. آشنایی با قسمت های مختلف فلوت رکوردر. ببینین دوستان، فلوت رکوردر رو ما برای نوازندگی چجوری باید تو دستمون بگیریم. ببینین این حفره‌ای که اینجا هست محل قرار گرفتن شست دست چپه، پس دست چپ ما برای نوازندگی باید قسمت بالا رو بگیره، یعنی قسمتی که به زبانه فلوت که داخل دهن نوازنده قرار میگیره میشه بالا. خب دست راست ما هم میاد پایین فلوت، یعنی این قسمتی که صدای اضافه یا باد اضافه از اینجا خارج میشه. خب حالا قسمت بالا زبانه فلوت که داخل دهن نوازنده قرار میگیره چجوری بایستی داخل دهنمون بذاریمش؟ این قسمت، این زبانه رو میاریم میذاریم داخل دهن، لب بالای نوازنده میاد روی اون زبانه رو کامل پوشش میده که اجازه نده صدای دیگه بیرون بره و فوت ما به هدر نره. خیلی ساده است، به همین سادگی. درست شد؟ خب حین نوازندگی جهتی که ما باید وایسیم به این شکلی، یعنی ما فلوتمون رو این شکلی میگیریم، دست چپمون بالا قرار میگیره، شستمون روی این سوراخ قرار میگیره، از اونور انگشت 1 روی سوراخ اول، انگشت 2 روی سوراخ 2، انگشت 3 روی سوراخ 3 قرار میگیره. انگشت 4 دست چپ ازش استفاده نمیشه. برای دست راست انگشت اولمون، شستمون دقیقاً زیر این سوراخ قرار میگیره که تعادلمون رو حین نوازندگی بتونیم حفظ کنیم. دست راستمون روی این سوراخ، انگشت 2 اینجا، انگشت 3 روی این سوراخ و انگشت 4 روی پایین ترین سوراخ. دلیل این که اینجا 2 سوراخ داره رو بعداً توضیح میدیم که چرا اینا تک سوراخه هستن و چرا این دوتاییه، بعداً توضیحش میدیم. پس شد چی؟ شست دست چپ اینجا، انگشت اول، انگشت 2، انگشت 3، انگشت 4 استفاده نمیشه، انگشت کوچیک دست چپ نوازنده استفاده نمیشه، انگشت اشاره دقیقا روبروی شست، یعنی شست اینجا، انگشت اشاره ما دقیقا روبروش روی سوراخ کامل پوشش میده،
انگشت دوم، انگشت سوم و انگشت چهارم. خب برای انگشت گذاری چجوری باید انگشت گذاری کنیم و فرم بدنمون در حین نواختن باید به چه صورتی باشه؟ وقتی که این زبانه فلوت رو داخل دهنتون میذارین این شکلی، اگر هم نوت هم جلوتون باشه، یعنی پایه نوت هم جلوتون هست، روبروتون هست، چون معمولا نوازندگی فلوت رو ایستاده انجام میدن، به این شکله. ما فلوت رو رو به پایین میگیریم، فلوت رو این شکلی نمیگیریم. اون ساز سرنا یا سازهایی مثل ترومپت و سازهای دیگه بادی هستن که این شکلی میگیرنش. فلوت رو رو به پایین میگیرن. حالا اگر یک کوچولو تمایل داشته باشه رو بالا اشکالی نداره، ولی خیلی نباید بیاد. این شکلی هم نمیگیرن، گوشه هم نمیذارن. اینم غلط. پس شد این غلطه، اینجوری غلطه، اینجوری غلطه، اینجوری هر کدوم از این جهت‌ها غلطه. کاملا بایستی مستقیم باشه فلوت این شکلی. و از اینجا چشم ما روی اینا قرار میگیره که قشنگ انگشت گذاریمون رو ببینیم. دقیقا مقابل خال دو ابرو. این شد شکل درست بدن و فرم درست دست ها در حین نوازنی. خب برای تمرین چی کار بکنیم؟ برای تمرین فلوت رو داخل دهنتون بذاریم. قرار نیست چیزی هم فوت کنیم، هیچ کاری ما نمیخوایم بکنیم، فقط میخوایم انگوش گذاری کنیم که یاد بگیریم چجوری باید فلوت رو بگیریم و چجوری باید انگوش گذاری کنیم. انگوش گذاری صحیح رو با هم دیگه تمرین میکنیم به این حالت. فلوت داخل دهن، مستقیم، جهت این شکلی، از این ور شستمون پشت این حفره، این پشتی رو کامل، این سوراخ رو کامل پر میکنه. انگشت اول، بند اول انگشت نوازنده، ما از نوک انگشتمون فشار نمیدیم. خب بند اول یعنی تا بند اول مجازه، شما میتونید انگشت گذاری کنید. ولی اگر این شکلی انگشت گذاری کنید، اجازه بدید من یه مقدار فشار بدم بعد بهتون نشون بدم جای سوراخ کجا در اومده. به این شکل، این فرمی. درست شد؟ حالا اگر انگشتاتون یه ذره کوچولوه و براتون سخته، میتونید چیکار کنید؟ یه کوچولو اگه بیاد اینورتر هم ایرادی نداره. ولی بیشتر دیگه نباید. بده اینجوری نباید انگشت گذاری کنید. این غلط. خب پس گفتیم تا محدوده بند اول انگشت موردی نداره. ولی بهتره که خیلی نیاد و شما بد عادت هم نشین. بهش اینو تمرین کنین قشنگ که عادت بشه براتون، انگشت گذاریتون رو خیلی دقیق و راحت بتونین انگشت گذاری کنین. مقدمات نوت‌خوانی باید یاد بگیریم، یعنی اینکه بدونیم نوت چیه، نوت‌ها رو چجوری می‌نویسن و طبق چه قواعد و قانونی ما باید این نوت‌ها رو یاد بگیریم. در ابتدا بایستی بدونیم که الفبای موسیقی نوت‌های هفتگانه است، یعنی اینکه موسیقی الف باش هفت تا نوته. به این حالت که اولین نوت ما نوت دو هست، نوت دوم نوت ر، نوت سوم نوت می، نوت چهارم نوت فا، نوت پنجم نوت سل، نوت ششم نوت لا و نوت هفتم هم نوت سی هست. لازمه که شما هم به صورت انگلیسی و هم به صورت فارسی اسم این نوت ها رو بدونید. یعنی اگر ما اف رو دیدیم بدونیم که نوت فا هستش، ای رو دیدیم بدونیم نوت لا هستش، یا مثلا اگر دی رو دیدیم بدونیم که نوت ری هستش. هم به صورت انگلیسی باید اینا رو بلد باشیم، هم به صورت فارسی. برای نوشتار موسیقی از 5 تا خط استفاده میشه تحت عنوان خطوط حامل، که جلوتر کامل اینا رو توضیح میدیم و میگیم که این 5 خط حامل چی هستن و چرا بایستی ما اینا رو یاد بگیریم و به چه دردی میخورن. ببینید توی موسیقی چند تا چیز خیلی مهمه. اول اینکه شکل هر نوت رو باید بدونیم. دوم اینکه اسم و صدای هر نوت چه تفاوتی با نوت دیگه میکنه و چجوری ما باید اینا رو یاد بگیریم. در وهله اول ما میخوایم شکل نوت ها رو با هم دیگه یاد بگیریم. ببینید یک دونه بیزی تو خالی داریم تحت عنوان گرد که بهش میگن نوت گرد. اینجا ما یک دونه هرم داریم که نوت مادر رو به عنوان نوت گرد فرض میکنیم و در رأس هرم ما نوت گرد قرار داره. اگر نوت گرد رو بشکنیم به دو تا نوت سفید میرسیم، یعنی اینکه نوت گرد ما دو برابر نوت سفیده. طبق این هرم به این تعریف میرسیم.
نوت سفید هم همون نوت گرده که به انتهاش یک دونه دسته یا دم وصل شده. نوت سیاه از لحاظ ارزش زمانی نصف نوت سفیده و در واقع ما اگر سفید رو بشکنیم به دو تا نوت سیاه میرسیم. شکلش هم همون سیاهه که داخل بیزی رو پر کردن. نوت چنگ از لحاظ زمانی نصف سیاهه، یعنی ما سیاه رو بشکنیم به دو تا نوت چنگ میرسیم. شکل نوت چنگ به این حالته که به انتهای دم نوت سیاه یک دونه چنگک یا پرچم وصل میشه. حالا اگر دو تا نوت چنگ کنار هم دیگه باشن به این شکل می نویسنشون. این چنگک ها رو از اینجا حذف میکنن و به همدیگه وصلشون میکنن. یک خط موازی میشه که تحت عنوان شاهین هست. حالا اگر این چنگ ما قرار باشه دو تا باشه یا بهش میگن دولا چنگ باشه، این تعداد این پرچم ها دو تا میشه و در نهایتا اگر سه تا باشه تعداد پرچم ها سه تا میشه یا چهار تا. حالا چنگ ما یک دونه پرچم داره، دولا چنگ ما که از لحاظ زمانی نصف چنگه دو تا داره، سلا چنگ ما هم که از لحاظ زمانی نصف دولا چنگ هستش و به همین ترتیب سه تا پرچم داره یا چنگک داره. حالا در ادامه با مفهوم زمانی هر کدوم از اینا به صورت کامل و تخصصی تر روبرو میشیم. فعلا توی این درس قرار بوده با شکلشون آشنا بشیم و بدونیم که اینا هر کدومشون چیه، اگر ما شکلشون رو دیدیم چه جوری بتونیم تشخیصشون بدیم. همینطور که توی اسلاید اول که معرفی الفبای موسیقی بود، پنج خط رو معرفی کردیم، گفتیم برای نوشتن نوت‌های موسیقی و همینطور خوندن نوت‌های موسیقی از پنج خط حامل استفاده می‌کنیم. این پنج خط حامل پنج تا خط موازی هستن که از پایین هم شماره گذاری میشن. یعنی خطی که این قسمت پایین وجود داره خط شماره یک، یا به اختصارش میگن حامل یک، حامل دو، حامل سه، حامل چهار و حامل پنج. نوت های موسیقی ما که توی الفبای موسیقی یادشون گرفتیم که هفت تا بودن، روی خطوط قرار میگیرن. مثل اینجا که دارید میبینید نوت می روی خط اول، نوت سال روی خط دوم، سی و ر و فا به ترتیب روی خط سوم، چهارم و پنجم قرار میگیرن، یا اینکه بین خطوط قرار میگیره. یعنی اینجا فا میشد بین اول و دوم، لا میشه بین دوم و سوم، دو میشه بین سوم و چهارم و می میشه بین چهارم و پنجم. پس ما یاد گرفتیم نوت های ما روی خطوط حامل، بین خطوط حامل و البته بالای خطوط حامل و پایین‌تر خطوط حامل هم نوشته میشن. منتها ما فعلا چون که در حد مقدماتی داریم با نوت‌خوانی روبرو میشیم، در همین حد شما بدونید که نوت‌های ما روی خطوط و بین خطوط. یعنی اگر مثلا من یک دایره نوت گرد رو گذاشتم بین اول و دوم که میشه نوت فا، بهش میگن نوت که بین خط اول و دوم قرار گرفته. یا مثلا این نوت دی که اینجا گذاشته شده که همون معرف نوت ر، روی خط چهارم قرار گرفته. اینجا هم که به صورت فارسی نوت ها رو نوشته شده. فعلا نیاز نیست اینا رو حفظ کنید، فقط صرفا برای معرفی موقعیت قرار گرفتن نوت ها ما این رو آوردیم. ولی جلوتر آروم آروم طبق درسایی که بهتون میدیم شما بایستی موقعیت قرار گرفتن هر نوت رو حفظ کنید و بدونید که نوتی که فرضاً روی خط سه یا دوم نوشته شده چه نوتیه. آروم آروم طبق درس ها اینا رو یاد خواهید گرفت. چیز دیگه که باید یاد بگیرید قوانینی هستش که برای خطوط حامل و نوشتار نوت‌های موسیقی رعایت میشه. نوت نویسی ساز فلوت با کلید سل نوشته میشه. این شکلی که شما دارید اینجا میبینید بهش میگن کلید سل، در ابتدای تمام خطوط حامل ما قرار میگیره. کلیدهای دیگه ای هم توی موسیقی داریم مثل کلید فا و کلید دو که توی این آموزش بهشون نمیپردازیم. ولی برای سازهای دیگه استفاده میشن و همینقدر شما بدونید که فرمت نوشتار نوت‌های موسیقی و قانون خوندن نوت‌ها از خطوط حامل بر حسب همین کلید قرار میگیره. یعنی این کلید سول یا همین کلید برای ما تعیین میکنه که نوت‌های روی خطوط چه نوتی هستن و طبق این ما نوت‌ها رو با هم دیگه یاد میگیریم. یه مبحث دیگه که باید بدونید پایان و شروع نوت موسیقیایی ما هستش. در شروع نوت موسیقی ما همیشه کلید مورد نظر وجود داره. حالا اینجا ما کلید سل رو داریم، یعنی همیشه در ابتدای قطعه موسیقی کلید قرار میگیره و در انتهای قطعه موسیقی هم دولا خط پایان هست. به این شکل که یک خط ضخیم و یک خط نازک‌تر که بهش میگن دولا خط پایان.
حالا این خطوط موسیقی ما، یعنی این خطوط حامل یا 5 تا خط حاملی که داریم، وقتی نوت‌ها داخلشون قرار بگیرن برای جدا کردن جملات و کلمات شعر ما بایستی یک چیز دیگه داشته باشن. ما از خطوط میزان کمک میگیریم. این خطای این شکلی که دارید اینجا میبینید رو بهشون میگن خطوط میزان یا خط میزان. حالا یعنی چی؟ یعنی از اینجا تا اینجا میشه یک میزان در موسیقی، از اینجا تا اینجا میشه یک میزان دیگه. یعنی از اینجا تا اینجا میزان یک، اینجا میشه میزان دو، اینجا میشه میزان سه، اینجا میشه میزان چهار. در واقع ما تو این خط 4 تا میزان داریم: میزان یک، میزان دو، میزان سه و میزان چهار. حالا این میزان ها به چه دردی میخورن؟ برای جدا کردن جملات موسیقی ما از این میزان ها استفاده میکنیم. یعنی مثلا شعر ما اگر این شکلی باشه، بخوایم بخش بخشش کنیم توی خوندن یا توی اون ملودی کار، اینجوریه که مثلا اینجا میشه تولد، تولد، تولدت مبارک. بخش بخش مثل خوندن جملاتی که توی فارسی وجود داره. این کار رو برای ما راحت میکنه. در واقع خطوط میزان قاعده و قانون تعداد نوتایی که داخل هر یک از اینا هست رو برای ما ساده میکنه. حالا دیگه بیشتر وارد اینا نمیشیم. وقتی به مباحث دیگه یه نوتی رسیدیم، کامل اینا رو براتون باز میکنیم و خیلی راحت اینا رو درک میکنید. یه مبحث دیگه که بایستی بدونید در ابتدای کار، مبحث میزان هستش یا ضرب داخل هر یک از میزان ها. ببینید، ما توی موسیقی با میزان های مختلفی روبرو هستیم. پر استفاده ترین میزان هایی که داخل این آموزش وجود داره میزان 4 ضربی، میزان 3 ضربی و میزان 2 ضربی هستن. این میزان ها میزان های ساده هستن. میزان های دیگه ای هم داریم تحت عنوان میزان ترکیبی که در ادامه بهشون میرسیم. ولی میزان ساده 4 ضربی یک میزانیش که داخل این قسمت میزانش 4 تا نوت قرار میگیره. حالا 4 تا نوت ما 4 تا نوت سیاه هستن. پس اگر از ما پرسیدن 4 4 چیست، میگیم میزان ساده 4 ضربی است که معیار آن نوت سیاه است. یعنی داخل هر میزان 4 4م 4 تا نوت سیاه قرار میگیره. میزان 3 4 یک میزان 3 ضربیه، یعنی داخلش 3 ضرب قرار میگیره. 2 4 میزان 2 ضربیه که داخلش 2 ضرب قرار میگیره. نوازندگی با مترونوم. دوستان، از اونجایی که ضرب و ریتم در موسیقی از عنصرهای مهم موسیقی هست، لذا بایستی ما حتما ریتم رو در اجرامون خیلی خوب رعایت کنیم. برای اینکه ما بتونیم ریتم رو در اون قطعه‌ای که داریم اجرا میکنیم یا داریم نوازندگی میکنیم به صورت درستی بهش بپردازیم و درست رعایتش کنیم، باید از دستگاهی استفاده کنیم تحت عنوان مترونوم. حالا دلیل استفاده از مترونوم و انواع مترونوم به این صورت هستش که ما از مترونوم استفاده میکنیم که ریتم اون قطعمون رو درست حفظ کنیم. یعنی اینکه ضرب آهنگ قطعه به صورت کامل درست و دقیقی حفظ بشه. مثلا ما یه آهنگی داریم که توی میزان 4/4 مترونوم ما تعداد ضربهای داخل هر میزان رو برای ما میزنه. یعنی به تعداد ضربهای داخل هر میزان برای ما بوق میزنه. خب این بوقها برای ما تعیین میکنن که نوتهای ما داخل ضرب و داخل ریتم باشن و ما طبق این دستگاه سرعت خودمون رو تنظیم میکنیم. دلیلش چیه؟ اگر قرار باشه ما با یک نوازنده دیگه هم نوازی کنیم یا قرار باشه بریم داخل استودیو رکورد کنیم، اگر با مترونوم نوازندگی نکرده باشیم، سرعت ما به وقت رکورد یا سرعت ما به وقت هم نوازی با بقیه نوازنده ها تنظیم نمیشه. یا ما خیلی تندیم که خارج میشیم، یا خیلی کندیم که جا میمونیم از بقیه نوازنده ها. پس خیلی مهمه که با مترونوم نوازندگی کنید. این رو در ابتدای آموزش روش تاکید کردیم که شما اگر نوازنده نیستید و هیچ گونه نوازندگی تا الان نکردید، حتما حتما با مترونوم تمرین کنید. چرا که اگر شما با مترونوم نوازندگی نکنید، ضرب آهنگتون خوب نیست و نهایتا اگر قرار باشه برید با کسی نوازندگی کنید یا بخواید برید با گروهی ارکستر، نه، ولی اگر قرار باشه با یک تعدادی نوازنده دیگه نوازندگی کنید، نوازندگیتون به درد نمیخوره. حالا انواعش رو با هم دیگه معرفی میکنیم ببینیم چه مدل هایی از مترونوم داریم. ببینید، مترونوم هایی که توی بازار وجود داره 3 مدل هستن. اولین مدلش مدل مکانیکی هستش، یا این شکلی که اینجوری میبینید. یک دستگاهی هستش که یک میله داره و یک
صفحه درجه داره که شما سرعت و تعداد اون ضرباتی که قرار دستگاه براتون بزنه رو طبق این درجه تعیین میکنید و نهایتاً با یک شاسی اون رو تعیین میکنید که چه شکلی براتون شروع به کار کنه و با هر رفت و برگشتی که این میله انجام میده حکم یک ضرب از میزان شما رو داره. نوع دیگه ایش که تو بازار مرسومه و خیلی هم استفاده میشه نوع دیجیتالشه. یه دستگاه است که یک صفحه LCD داره، دو تا باتری قلمی کوچیک میخوره و یک عدد فیش هم بهش وصل شده که برای البته تیون کردن یا کوک کردن استفاده میکنن. این دستگاه دو حالته هستش، توی عنوانش هم دارید میبینید نوشته شده مترونوم تیونر، یعنی هم به عنوان مترونوم هست هم به عنوان دستگاهی که باهاش کوک میکنن. ولی این مکانیکی که اینجا داشتیم فقط مترونوم بود، باهاش نمیتونستیم ساز رو کوک کنیم، ولی این دو منظور است، هم باهاش کوک میکنن هم باهاش ضرب آهنگ رو تنظیم میکنن یا ضرب میگیرن اصطلاحا. این مترونوم ما هم قیمتش خیلی خوبه نسبت به مترونوم مکانیکی، همین که کاربری خیلی خوبی داره. اگر شما ساز دیگه غیر از فلوت هم بخواید بزنین، به محضی که این بخواید کوک کنید یا به وقتی که بخواید کوک کنید هم میتونید از این دستگاه استفاده کنید. اما نوع دیگه ایش که هیچ گونه هزینه هم نداره و کاملا هم رایگان هست، اپلیکیشن مترونوم. همینجور هم که از اسمش پیداست فقط مترونوم، یعنی کوک نمیکنه. این مترونوم دقیقاً شکل شبیه سازی همین مترونوم مکانیکی هستش که ما میتونیم سرعت رو با این میله تنظیم کنیم و در نهایتاً تعداد ضربایی که ازش بخوایم رو نسبت به هر میزانی که بخوایم رو باش کنترل میکنیم و نهایتاً این برامون تعداد ضربها رو میزنه. حتما طرز کار استفاده این دستگاه رو بهتون خواهیم گفت. جلوی دوربین این دوتا رو معرفی میکنیم و بهتون میگیم که چجوری ازشون استفاده کنید. این اپلیکیشن هم ورژن اندرویدش وجود داره، همین که گوشی های آیفون هم وجود داره. نوازندگی با مترونوم و انواع مترونوم. همینطور که براتون توضیح دادیم نوازندگی کردن با مترونوم خیلی مهمه. شما اگر نوازنده مبتدی هستین حتما با مترونوم ساز بزنید، یعنی تمرین کردنتون بدون مترونوم اگر باشه هیچ فایده ای رو نداره. خب من اینجا دو تا مترونوم آوردم. البته تو خود این آموزش من از یک نرم افزار استفاده میکنم که خب اون نرم افزارم الان براتون نشون میدم. این دستگاه دیجیتالیش هست که تو بازار هم موجوده، مارک MTC هست که بهترین مارک مترونوم هست، میتونید از این مارک استفاده کنید. مارکای دیگه اش هم هست، MT40 MT60 MT80ش هم هست، ولی MTC بهترین مدل این مارک هست و من فکر میکنم این جواب خودش تو بازار داده. بس اگر بتونید این رو تهیه کنید خیلی بهتره و طریقه استفاده کردن ازش هم خیلی راحته. یه دکمه اینجا داره که این دکمه اولش برای تعداد ضربا رو نشون میده، یه دکمه دیگه داره که مقدار و تمپو رو نشون میده و خب یه دکمه هم داره که وقتی شما فشارش بدید خیلی راحت دیگه صدای اون بوغا رو براتون میزنه. اما من کارتون رو راحت کنم، من از یک نرم افزار موبایل استفاده میکنم که هم نسخه اندرویدش موجوده هم نسخه iOSش. شما میتونید این نرم افزار رو دانلود کنید و ازش استفاده کنید. خب ما اپلیکیشن ورژن اندرویدش رو اینجا براتون فیلم آموزشی شما آماده کردیم. دقیقاً نسخه iOSش مشابه همین هست و کار کردن با تمامی مترونوم هایی که مخصوص موبایل هستن یکسانه. اینجا من یک باکس مستطیلی دارم که داخلش یک عدد هست، جلوی نوت سیاه نوشته شده 85. این مثبت 5 و منفی 50 و اینجا این عدد رو کم و زیاد میتونه، میتونیم یه دونه ای یا 5 تایی کم و زیادش کنیم. به وسیله این باری که سمت راست هم هست میتونیم کم و زیادش کنیم. اما این عدد چی هست؟ این عدد تمپوی ما هست، تمپو یا بیت پر منت، یعنی تعداد بیت ها در دقیقه بر حسب نوت سیاه. من مثلا رو 62 که باشه استارت رو که بزنم چه شکلیه، بعد سرعتش رو تغییر میدم. بازم ببینید، 1 2 1 2، این سرعتش پایینه. حالا یه مقدار زیادش کنم، رو 140 مثلا، 2 1 2 1 2 1 2 1 2، درست شد. این گوشه سمت چپ، این ولومه که اینجا هست، میزان صدای این مترونومتون رو نشون میده. 2 1 2 1 2 1 2. بقیه موارد این دوتای دیگه که این ور گوشه سمت چپ هستن رو باش کار نداریم. اما چیز دیگه، اگر بخوایی صداش رو تغییر بدین از اینا استفاده میکنین، اینا، این شکل آجوره و این شکل قاشقکه که نوع صداش الان تغییر میکنه. ببینید، چیز دیگه که ما باش کار داریم میزان نماست. اگر مثلا دارید یک قطعه رو تمرین میکنیم میزان نماست 4-4 رو چجوری باید تنظیمش کنیم؟ بیم اینجا روی این دوه لمسش میکنیم، نگهش میداریم، میایم عدد رو میذاریم روی 4.
الان 4 تا نوت سیاه و بالا داره نشون میده. استارت رو که بزنم 1 2 3 4 برام میشموره. 1 2 3 4 1 2 3 4. حالا 2 4 باشه. 1 2 1 2 1 2 1 2. 3 4 باشه. 1 2 3 1 2 3. 6 8 هم داریم ما. میام میذارم رو 6. اینم میارم میذارم رو 8 برای قطعات آخر یا فصل 4. 2 3 4 5 6. 1 2 3 1 2 3. این دیگه، این اپلیکیشن دیگه چیز دیگه این نداره که من بخوام توضیحش بدم جز این گزینه سابیتی که اینجا هست که میتونید شما براش تنظیم کنید یه نوت دیگه هم براتون یه ضرب دیگه هم بزنه. من 2 4 رو میارم با سابیت 2 نشونتون میدم که مشابه همون 6 8 در میاد. 1 2 3 4 5 6. یعنی یه دونه سیاه میزنه، دو تا هم سابیت دیگه نقطه ای میارم میزنه. ببینید یکم سرعتش رو کم کنم قشنگ ببینید. 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. درست شد؟ دیگه چیز دیگه این اپلیکیشن نداره. شما خودتون اگر با این اپلیکیشن یکم کار کنید بقیه مواردش رو متوجه میشید. فقط چیزی که برای ما مهم بود کنترل کردن میزان نماشه و این عددا، یا با استفاده از این بار شما میتونید سرعتش رو یا تمپو رو کنترل کنید. برای شروع نوازندگیتون من پیشنهاد میکنم روی تمپوی 50 یا تمپوی 60 تمرین کنید. آروم آروم 10 تا 10 تا ببرینش بالاتر که سرعتتون بیشتر باشه. برای هر قطعه هم دقت کنید که قطعتون میزان نماش چند چندمه، یعنی 4 4 مادرگان 4 4 تنظیم کنید براش و 6 8 هم 6 8 تنظیم کنید براش و روی مترونوم هم تمرین کنید. دیرند یا کشش و انواع دیرند نوتا. ببینید دیرند یا کشش یعنی زمانی که هر نوت طول میکشه. به صورت عامیانه خیلی راحت گفتیم. پس دیرند یعنی مدت زمانی که هر نوت طول میکشه. شکل نوتا رو ما توی درس‌های قبلی باشون آشنا شدیم. منتها اینی که هر کدوم از اون نوتا چه شکلی باید اجرا بشه رو نگفتیم. الان میخوایم اینا رو بگیم. کشش نوت گرد و نوت سفید و نحوه دمیدن در هر یک از اونا. ببینید نوت گرد رو ما قبلا با شکلش آشنا شدیم، دیدیم که یک بیزی تو خالی بود. از لحاظ زمانی نوت گرد ما 4 ضربه. نوت گرد ما از لحاظ زمانی 4 ضربه. حالا اگر بخوایم به عنوان بوق مترونوم بهش نگاه کنیم، یعنی هر کدوم از این نوتای گرد ما باید 4 تا بوق رو پوشش بده. یعنی من 4 تا بوقم تا تموم نشده سراغ نوت بعدی نمیرم. حالا اگر قرار باشه ضرب دست باشه یا ضرب پا هم باشه، باید که به هر کدوم از اینا که برسیم 4 تا ضرب بزنیم. طولشه دیگه، کشششه یا دیرندش، از لحاظ موسیقی بهش میگن دیرند. حالا ببینید من براتون مترونوم رو میگیرم، هر کدوم از اینا رو ببینید. من نمیخونم چیزی، فقط موسم رو روش نگه میدارم. شما دقت کنید چه تعداد داره بوق میزنه، فقط گوش کنید که این مطلب رو قشنگ متوجهش بشید. از اول حالا اینا رو ما میخوایم بخونیم. این نوت نوت میه، حالا فعلا ما بهش اشاره نکردیم که چیه. من فقط اینجا در همین حد بهتونه میگم که این نوت نوت میه. من یه دونه نوت می میخونم. کششش بایستی به اندازه 4 ضرب باشه. من فرضاً این رو میخوام با فلوت اجرا کنم و یک نوت می 4 ضرب اجرا میکنم. یعنی من انقدر فوت میکنم تا 4 ضرب مترونوم تموم بشه. مترونوم رو شروع میکنم و بعد اجرا میکنم. می 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 متوجه شدیم که چجوریه و داستان از چه قراره. حالا سفید، ارزش زمانی سفید 2 ضربه. یعنی برای هر یک از اینا بایستی 2 تا بوق مترونوم بشنوم یا 2 تا ضرب. بریم با مترونوم و باش میخونم. 2 3 4 1
دو سه چهار. می 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 می. دقت کردید من هر کدوم از این میها رو تا دو تا بوق میکشیدم. وقتی دو تاش تموم میشد دیگه میرفتم سراغ نوت بعدی. یک بار دیگه گوش کنید، شمارش 1 2 3 4 اولی هم که دارم میشمرم برای قبل از شروع کردنه، اون رو هم حتما لحاظ کنید. 2 3